با درود خدمت شما بزرگواران در مورد دلار سهمیایی با کد ملی میخواستم به چند نکته اشاره کنم که حائز اهمیت هستش و خیلی ها سوال پرسیدن در مورد این بازی که مجددا دولت بر سر راه مردم گذاشته متاسفانه تا یه 45 سال نظام جمهوری اسلامی از مردم تخصصاشون رو گرفته و مردم رو دلال مسلک کرده یه روزی در بورس یه روزی در ارزهای دیجیتال یه روزی در دلار یه روزی در مسکن و ماشین و موبایل و صورت تخصص رو از مردم گرفته کار کردن رو از مردم گرفته و با آوردن نیروهای کار خارجی افغانی پاکستانی تلاش کرده که ایرانی رو از بازار کار بیرون بندازه و با این سیاست تقریبا خیلی از ایرانی ها به دنبال کارهای آسان هستن و فکر میکنن با این دلالی کردن کماکان میتونن امرار معاش کنن قبلا هم اشاره کردیم دوران دلالی تمام شده و نمیخوام حالا وارد این مس... بازی بشم از چهار فروردین دولت اعلام کردش که به هر شخصی 2000 یورو یا 2100 دلار تعلق میگیره و با ثبت در سامانه دولتی و مراجعه به بانک و باز کردن حساب ارزی میتونه این پولش رو دریافت کنه ولی خب نحوهی که این بار اجراه دارن میکنن عملا پیاده سازی در داخل ایران هست در راستای سند بی سی و در بازی کلانتر کنار گذاشتن سررافی و متصل شدن ایران به بازارهای جهانی و خب برشاد بدون ایران برشاد عضو پیمان شانک شده عضو بریکس شده و عملا تحریم ها در داخل ایران دیگر اون ارزش و اون اعتبار قدیم رو ندارن و میبینیم که نفت ایران به راحتی داره فروخته میشه و پولهاش هم میاد و اینها همش پیش زمینه برقراری ارتباط هستش به با روسیه، هند، ترکیه در یک مجموعه های دیگر اینها فرایند های بانکی رو شروع کردن و این بازی که به واسطه ارز دولتی شروع کردن در راستای همون اهداف است. این بار بعد از اینکه شما بانک مراجعه میکنید و حساب ارزیتون رو باز میکنید معادلش 2100 دلار به شما پرداخت کنند و باید شما این پول تقریبا 5 6 روز در حساب ارزیتون بمونه و بعد از 5 6 روز وقتی شما مراجعه میکنید از اون 2100 دلاری که به شما تعلق گرفته 100 دلار باید تا 6 ماه در حساب بانکی افراد بلاکه بشه یعنی اگر بخواین این پول رو برداشت کنید طبق اون قراردادی که جلوی شما میذارن 100 دلارتون تا 6 ماه بلاکه میشه و برای اینکه اسکناس بگیرین حدود 5 درصد از اون پول رو هم حق کارمرز میگیرن حالا یه کارمزد یک, یک درصدی درست داره که اون رو حالا حساب نمیکنیم و عملا شما پول 2100 دو دلار رو میدین و یه چیزی حدود 1870 تا 1900 دلار اسکناس از بانک دریافت میکنیم به نرخ دولتی که مثلا سامانه ای که حالا ممکن 45 تا 47 تومان هم باشه برشت مهم اون مقدار نیست ما با تفاوتی که حالا بازار امروز مثلا ارز 60 تومن هستش مهم این هستش که علاوه بر اینکه بتونن دوباره تجمیه نقدینگی کنن مردم رو به واسطه اون سود حالا 15 16 میلیونی یا 20 میلیونی حالا بر اساس نرخ دلار تغییر میکنه وسوسه کنن و بیان پول نقدینگی ها رو جمع کنن به واسطه همون علاوه بر اون کارمزدی که میگیرن این شما 100 دلار باید کارمز بدین و 100 دلارتون هم بلوکه میشه این حسابشو بکنید اگر 10 تا 15 تا 30 میلیون آدم این کار رو بکنن چه هزینه ای به دولت کمک میکنن و چه پولی از مردم در بانک ها به حال بلاکه میشه و چه نقدینگی از بازار کم میشه که و ممکنه که دلار در آینده بسیار نزدیک به زیر 50 تومن بیاد و عملا به خاطر مشکلاتی که در خود امریکا هست و سیاست هایی که در نیمه دوم امسال شروع خواهد شد قیمت ارز در داخل ایران باید ثابت بشه و دیگر ارز اولویتی برای اکثریت جامعه نخواهد داشت برای وارد کننده صادر کننده تولید کننده و کسانی که بر صورت بخوان جنسی وارد کنند صادر کنند ارزها از سامانه نیمایی صورت میگیره و کسانی که بر صورت رانت های دولتی دارن که حالا اجناس 28500 دلار 28500 28 میگیرن یا به نرخ آزاد میفروشن اونها بماند برای مردم عادی دارم میگم دیگه کسی نمیتونه دلار بخره چون صرافی‌ها یواش یواش کنار خواهند رفت و مثل چندین سال قبل بانک ها شما اگر بخواید حواله‌ای بزنید تعامل بانکی داشته باشه با کشورهای دیگه توسط بانک انجام میشه برسات این چندین هدف هست یکی تجمیه نقد نقدنگیه،, نقدنگیه که باید جمع بشه از بازار ما گفتیم ما داریم میریم به سمت اینکه تمام نقدینگی مردم ایران توسط دولت ها کنترل بشه و این نقدینگی که تل دو سه دهه توسط دولت تزریق شده به جامعه و به عنوان یک حباب به مردم فروخته شده امروز دارن تلاش میکنن با بازی های مختلف با نوسان های مختلف جمع کنن ارز دولتی هم یکی دیگه از اون بازی ها هستش که خدمتتون ارائه دارن ارائه میدن من میخواستم اینو به یاد داشته باشین که اون ما با تفاوتی که شما به عنوان سود در نظر میگیرین اولا از شما گرفتم و مطمئن باشید اه... هیچ سودی از این زمین نخواهیم که فقط و فقط دارن مردم را عادت میدن با حساب ارزی کار کنن و وقتی که به شما میگن 5 درصد برای اینکه اسکناس رو بگیرین از شما کارمز کم میشه پس راه دومی هم هست این پول در حساب ارزی شما میتواند در آینده نزدیک تعاملاتی رو در سیستم های جهانی باهاش انجام بدید و ایران عملا سیستم بانکیش با این برشت اجرا کردن این قوانین و قوانین مالیاتی که در حال پیاده سازی هست داره به سیستم مالی جهان به حال میپیونده و برای اینکه مردم ایران رو که به حال چندین سال هست از این بازی ها دور ماندن عادت بدن به این بازی تلاش میکنن با وسوسه کردنشون با سودهای خیالی مثل همین دلار سهمی اونها رو وارد این بازی کنن قراردادهایی رو جلوشو میگذارن که اکثریت نخوانده امضا میکنن البته این گفته های ما هم آنچنان تاثیر نداره که بر مردمی که لنگ نون شبشون هستن و 40 میلیون جمعیت ما یاران بگیر هستن رو مطمئنا برای 10 میلیون 15 میلیون کارت ملی که هیچی تمام برصورت سرمایه خودشون رو در یک راهی میذارن که به حال یکی دو میلیون سود کنن حالا میبینیم کارت ملیشون رو برای خودروها میفروشن برای خودروها دولتی هم به هم زمینه ولی به هر برای اندک جماعتی که به دنبال این هستن که ببینن واقعیت های بازی در داخل جمهوری اسلامی چگونه است به این موضوع پرداختیم و این رو بدونید وقتی شما وارد عرصه بانکی میشین و هایی که جلوی شما میذارن امضا میکنین اولا دست برتر با بانک هستش و شما مطمئنا در این تعاملات در این تراکنش شاید ضرر میکنید این یک مختصری بود در مورد ارز دولتی که پیشنهاد دارم میکنم مردم و باز کردن حساب های ارزی این چند نکته بود که دوست داشتم با تون در میون بذارم و پاسخی باشه به برسا سوال دوستانی که در توییتر و اینستاگرام در موردش پرسیده بودم